آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل مخالفت خود را نسبت به اهانت مجدد به قرآن کریم به ویژه در سوئد اعلام و با مسلمانان سراسر جهان ابراز همدردی کرد. استفان دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد دبیر کل اقدامات خشونت طلبانه و اسلام حراسی را محکوم می کند که تنش‌ها را تشدید می‌کند و به تبعیض و افرادگرایی کمک می‌کند. در این بیانیه آمده است گوترش از قطعنامه پیشنهادی شورای حقوق بشر درباره مبارزه با نفرت مذهبی که تحریک تبعیض و دشمنی و خشونت است حمایت کامل می‌کند. یک سازمان حقوقی گزارش داد که دست کم 64 نفر در حال حاضر در معرض خطر اعدام در عربستان هستند که 9 نفر از آنان در زمان تفهیم اتهام کودک بودند. سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان اعلام کرد که 61 نفر در نیمه ابتدایی سال جاری در عربستان اعدام شدند، در حالی که خبرگزاری فرانسه با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای از اعدام 74 نفر در این مدت خبر داده است. گفتنی است طبق گزارش این سازمان از زمان پادشاهی ملک سلمان بن عبدالعزیز در سال 2015 تا کنون بیش از 1000 حکم اعدام در عربستان اجرا شده است. همزمان با ایام دهه اول محرم در پاکستان و نگرانی دولت نسبت به هر گونه وقوع حملات تروریستی علیه آیین‌های عزاداری شیعیان، ارتش پاکستان مأمور شد تا نیروهای خود را در کنار سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در شهرهای مختلف مستقر کند. وزارت کشور پاکستان امروز طی بخشنامه‌ای دستور دولت برای استقرار نیروهای ارتش در بخش‌های مختلف شهر اسلام آباد و سایر ایالات این کشور به ویژه شهرهای لاهور، کویته، پیشاور، کراچی، اسکردو و پاراچنار را صادر کرد. هیئت‌های عزاداری نیز در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در خیابان‌های بزرگ و اصلی شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد، راولپندی، لاهور، پیشاور، اسکردو، گلگیت، کراچی، کویته، حیدرآباد و همچنین کشمیر تحت نظارت دولت پاکستان به سوگواری خواهند پرداخت. و خبر دیگری از پاکستان، وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان خوشحال شده بودیم، اما پیشبینی نمی کردیم آنان به دشمنان ما پناهگاه بدهند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اظهار داشت دولت اسلام آباد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان خوشحال شده بود و به آنها تبریک نیز گفت، اما نمی دانست که طالبان به دشمنان پاکستان پناهگاه می دهند. به افزود در یک سال گذشته افراد کلیدی تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان کشته شدند. پس از حملات اخیر در پاکستان مقامات این کشور گفتند اعضای TTP در قلمروی افغانستان پناهگاه‌های امنی دارند و این حملات را در آنجا برنامه ریزی می کنند. و ما خبری از عراق، یکی از سران ائتلاف فتح عراق امروز شنبه از توافق سوریه و عراق برای برچیدن اردوگاه الهول خبر داد. صادق عبدالله از سران ائتلاف فتح عراق امروز در گفتگو با خبرگزاری المعلومه عراق اعلام کرد که دو کشور عراق و سوریه درباره برچیدن اردوگاه الهول توافق کردند. صادق عبدالله اظهار کرد اردوگاه الهول تنها یک اردوگاه در خاک سوریه با هزاران خانواده ساکن آن نیست، بلکه یک بمب انسانی است که امنیت کل منطقه خاورمیانه را تهدید می‌کند، به ویژه
که بیش از 30,000 تن که بیشترشان از خانواده های تروریست های داعش هستند در آن سکونت دارند. اردوگاه الهول سوریه عامل نگرانی کشورهای منطقه عربی است، به ویژه که تعداد زیادی از خانواده های داعشی با تابعیت های مختلف در آن سکونت دارند. وزیر امور خارجه سودان شرط قبول آتش‌بس جدید با نیروهای واکنش سریع را خروج این نیروها از اماکن عمومی و منازل شهروندان عنوان کرد. بیش از 100 روز است که نبرد میان ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان جریان دارد. در این مدت میانجیگران منطقه‌ای و بین المللی بارها تلاش کردند تا آتش سلاح‌ها را در سودان خاموش کنند، اما موفق به این کار نشدند. این در حالی است که دو طرف در موضع گیری های خود از روند سیاسی برای پایان دادن به بحران کشورشان حمایت می کنند، ولی در عمل بر گزینه نظامی پافشاری دارند. علی صادق وزیر امور خارجه سودان که با خبرگزاری رسمی سودان گفتگو می کرد اظهار داشت شرط قبول آتش بس جدید ملزم بودن نیروهای واکنش سریع به عقب نشینی از اماکن عمومی و دولتی، خروج از منازل شهروندان، پایان دادن به تاراج بردن اموال مردم و برطرف کردن موانع در جاده هاست. اینها روند زندگی عادی مردم را مختل کرده است. و ما خبر آخر، اقامت، اسکان و اشتغال مهاجران افغانستانی در کرمانشاه ممنوع شد. خبرگزاری فارس به نقل از وزارت کشور ایران از ممنوعیت کامل حضور مهاجران افغانستان در همه نقاط استان کرمانشاه خبر داده است. به گفته این خبرگزاری، طرح شناسایی و اخراج مهاجران افغانستانی از کرمانشاه از روز چهارشنبه 28 تیر آغاز شده و تا 19 مرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس این طرح، آن عده از مهاجران افغانستانی که در کرمانشاه اقامت دارند یا در مزارع و کارخانه های این استان کار می کنند توسط پلیس و نیروهای انتظامی بازداشت و از استان اخراج می شوند. در این گزارش آمده است که کارفرمایانی که کارگران افغانی را به کار بگیرند جریمه می شوند. بر اساس این طرح، نیروهای انتظامی برای دستگیری مهاجران افغانستانی مجوز قضایی دارند و بلافاصله پس از شناسایی می توانند مهاجران را بازداشت و از استان خارج کنند. این اقدام در ادامه دیگر دستورهای سختگیرانه اخیر در مورد مهاجران افغانستانی شبیه به اقدام دولت برای شناسایی اعضای گروه‌های تروریستی به اجرا گذاشته شده است. پیش از این استانداری فارس نیز به کارگیری اتباع افغانستان را منع کرده بود و به کارفرمایان هشدار داده بود که در صورت استخدام کارگر افغانی جریمه سنگینی خواهند شد.